ویدئوی قبلی طراحی قالب بروشور و طراحی روی بروشور بود. توی این ویدئو میخوام پشت بروشور طراحیش رو دیزاینش رو بهتون آموزش بدم، پس با من همراه باشید. درود، سارا هستم. خیلی خوش اومدین به یکی دیگه از ویدیوهای کانال سارا اسکیل. اگر بار اولت هست که این ویدیو رو میبینی و به گرافیک و نرم افزار گرافیک علاقمند هستی، کافی دکمه سابسکرایب رو بزنی، چون که توی این کانال من نه تنها در مورد نرم افزارها بلکه در مورد کارکرد گرافیک، اینکه گرافیک چی هست و چطوری میتونی شروع کنی و ادامه بدی و موفق بشی، توضیح دادم. همچنین در آینده در مورد نرم افزارهای پریمیر و افتر افکت هم برای ویدیو ساختن ویدیوش رو خواهم گذاشت. اگر دوستانی دارین که علاقه‌مند به این موضوع هستن، میتونین کانال رو بهشون معرفی کنین که رایگان در اختیارشون قرار داده شده. خوشحال میشم اگر لایک و کامنت بذارین که این کانال دیده بشه و دوستانی که علاقه‌مند به این موضوع هستن هم بتونن این کانال رو ببینن و سابسکرایب کنن و استفاده کنن. بریم که آموزش رو با هم شروع کنیم. خب این روی بروشور بود، انجامش دادم و الان میخوام پشت بروشور رو طراحی کنم. ببینید این رنگ بک‌گراندی که اینجا داده بودم با حالا خاکستری هست، من همه اینا رو اومدم گروپ کردم. این یه دونه رو اینجا هم گروپ جدا گروپش کردم. کنترل سی اف میزنم یه کپی ازش بگیرم و میکشم میام بالای گروپم میندازمش و الان میکشم میارم اینجا، چون میخوام دقیقا رنگش مثل همون باشه، فقط یه تفاوت اینجا که اینو هم میکشم بالا به این صورت باشه. خب من اینجا هم اومدم خطکشارم گروپ کردم، چشمش رو برمیدارم که ببینین به چه صورت، به این صورته. خب ببینین اینجا خطی که زردی که اینجا ما طرحی رو که اینجا انداختیم داخل این یکی، یعنی پشت بروشور، بازم توسط پن انجامش میدم. یعنی میام یه دونه اینجا خط میکشم و ادامهش رو حالا شما میتونید تا آخر ببرین تا اینجا، بستگی داره حالا به سلیقه خودتون. من اینجا میکشم، شیفت رو نگه میدارم که خط صاف باشه. مجدد من فعلا چراغ اینو بردارم، مجدد دوباره میام رکتنگل رو انتخاب میکنم و کل آرت بورد رو میگیرم با همون خطای قرمزی که بیرون کشیدم. دوباره چراغش رو روشن میکنم، جفتش رو با هم انتخاب میکنم، رکتنگل بالای، یعنی این مستطیلی کاملی که من کشیدم بالای این مثلث قرار بگیره، راست کلیک میکنم و کلیپینگ ماسکش میکنم. اینجا میام مثلث رو انتخاب میکنم، آی روی کیبورد رو میزنم که آی دراپر انتخاب بشه و از رنگ زرد اینجا میگیرم، یعنی میخوام این رنگی باشه. خب انتخابش میکنم این مثلث رو، میام توی قسمت ترانسپرنسی و قسمت بلندینگ رو روی مالتیپلای قرارش میدم. بعد میام این قسمت دوباره پن رو انتخاب میکنم. ببینید من بین این مثلث و مثلثی که الان میخوام بکشم یه فاصله سفید میخوام باشه. بیرون کارد یه دونه خط میکشم و میام اینجا کلیک میکنم، دقیقا روی این خطی که تا شده. شیفت و بالا پایین نگه میدارم، اینجا یه دونه خط و اینجا هم یه دونه خط که دقیقا همین رنگ اینجا رو میخوام داشته باشه و دوباره میتونم توی قسمت ترانسپرنسی روی مالتیپلای قرارش بدم به این شکل باشه. یکم زومش میکنم و این قسمت میام دایرکت سلکشن تول رو انتخاب میکنم، یک کلیک اینجا میزنم و اینجا رو میخوام کروش کنم، حالا یه حالتی اینجا داده باشم. و حالا بخوام که این مثلث رو داخل این کادرمون بندازیم، این قسمت بالا میام میکشمش و میندازمش توی ماسکی که اینجا از قبل انجام دادیم. دوباره من چراغ این رو برمیدارم که ببینید به چه صورت هست، به این شکل. دوباره پن رو انتخاب میکنم، یه دونه کلیک اینجا و یه دونه کلیک اینجا هم میزنم و اینو میخوام رنگ خاکستری بهش میدم. حالا رنگ خاکستری 50 رو بهش بدم، زیاده. 30 رو بهش میدم و بازم 30 فکر میکنم زیاد باشه، 20 بهش میام و 20 رو هم روی این یکی قرار میدم که به این صورت. دوباره میام توی ترانسپرنسی و روی مالتیپلای قرارش میدم که این دو رنگ روی هم به این شکل باشه. طراحی بروشور و قالب این بروشور رو توی ویدئوی قبلی من انجامش دادم، یعنی اول باید ویدئوی قبلی رو ببینید که قسمت اول هست و بعد این ویدئو رو ببینید، چون قالبش رو 0 تا 100 توی ویدئوی قبلی گذاشتم میتونید ببینید. و اینکه قالب این بروشور هم توی کانال تلگرام هست، لینک کانال تلگرام هم توی دیسکریپشن قرار دادم، بریم ادامه رو با هم ببینید. ما دیزاین کلی رو طراحی کردیم و حالا نیاز به عکس داریم. میام قسمت فایل، پلیس و یکی از این عکس ها رو میارم و کلیک درگ میکنم. خب فعلا من چراغش رو برمیدارم، بذارین این خطکشا رو بردارم که متوجه بشین.
این مثلث بالایی رو میبینید، یه دونه کپی ازش میگیرم، کنترل سی اف روی خودش یه دونه کپی گرفته میشه و من میرم بالا، بالای عکس میندازمش. حالا عکس رو، چراغش رو روشن میکنم، جفتش رو با هم انتخاب میکنم، راست کلیک و کلیپینگ ماسکش میکنم و میبینید که افتاد داخل این. حالا ما میتونیم این رو باز بیاریم مجدد داخل این بندازیم. خب من عکس رو انتخاب میکنم، دوباره قسمت ترانسپرنسی میام روی مالتی پلی قرارش میدم. حالا باز بستگی به سلیقه خودتون روی دارکن هم میتونید بذارید و هر مدلی که بخوای من روی مالتی پلی قرارش میدم به این صورت. البته عکس رو یک مقدار باید جا به جاش کنم، یکم میارمش پایین تر، یک مقدار هم کوچیکتر اندازه اون مثلثمون باشه و یک مقدار هم این بر. الان خوبه. خب حالا برای این یکی پایینه، برای این مثلث پایینی دوباره میام کنترل سی اف روی خودش کپی میگیرم. اینجا دیگه همینجا کارشو انجام بدم، دیگه بالا نمیبرمش. میام قسمت فایل پلیس و یه عکس دیگه، این عکس رو انتخاب میکنم، کلیک درگ میکنم، عکس رو زیر این مثلث میندازم، جفتش رو با توسط شیفت انتخاب میکنم، راست کلیک و کلیپینگ ماسکش میکنم و دوباره عکس رو انتخاب میکنم. البته یکم میخوام مثلث بزرگتر بشه. ببینید این مثلث بالایی و زیریه رو با هم انتخاب کردم و عکس رو میگیرم، یک مقدار عکس رو کوچیکتر میکنم، دوباره عکس رو میام از قسمت ترانسپرنسی روی مالتی پلی قرارش میدم که به این صورت رنگ زرد اینجا هم روی اون بیفته. حالا نیاز به نوشته داریم دیگه، عکس کافیه. ببینید از اینجا من میتونم همون نوشته رو بیارم کپی کنم، چون فقط آموزش هست من میتونم همینو بیارم و شما همون نوشته ای که حالا قراره توی بروشور بذارید و میتونید بذارید. خب من این نوشته رو اینجا دوباره کنترل حالا با about بالاش با هم میگیرمش، البته این نیست، about زیریه، کنترل سی اف میزنم، الان دو تا اینجا به من داد، میکشم میارم این بالا قرارش میدم، میخوام جدا از دیزاین باشه، کنترل جی میزنم که گروپش کنم و میکشم میندازمش اینجا و حالا رنگ اینجا رو میتونیم حالا تغییر بدیم که من ترجیح میدم همین مشکی باشه و about بالاش رو میتونم با آیدراپر، حالا آیدراپر هم که نزنین چون رنگ سفید خالی میخوام اینجا بهش بدم. ببینید توی رنگ زرد سفید باید باشه، اینجا برعکسه. خب برای این قسمت و این قسمت، این شعاری که اینجا مثلا گذاشتم شعاره کجاست؟ بذاریم من بیام با دایرکت سلکشن تو انتخاب کنم که پیداش کنم، اینجاست. خب اینجا یه دونه کنترل سی اف میزنم که یه دونه کپی بهم بده، اینو میام میندازم این بالا، اینجا قرارش میدم. ما میتونیم شعار رو مشی کنیم برعکس اون یکی، رنگ اینطوری هم بهش بدیم. خب ببینی حالا من اینجوری میام میزنم یه هوی روش کلیک میکنم اینجوری میکشم، شما این کار رو نکنید. من باید اینجا فقط کی رو 100% بدم برای کارای چاپی. این رو دوباره آلت و پایین نگه میدارم اینجا میذارم و اینو میکشم میارم این بالا که مشخص باشه، این رو اینجا میذارم و شما میتونین این یکی رو مثلا کم کوچیکترش کنی، بذارینش پایین تر این قسمت باشه و رنگش رو تغییر بدین. من روی تی کلیک کنم، این رو مثلا بیام به رنگ حالا سفید بذارم، این یکی رو هم به رنگ سفید بذارم، بخواین تغییر رنگ هم بدیم و بروشور رو اینجا میتونیم حالا به رنگ نارنجی بذاریم، 80-100 به رنگ نارنجی روی این قرار بگیره. برای این قسمت هم که به خاطری خالی نباشه دوباره میام از این یکی یه دونه آلتو نگه میدارم و اینجا قرارش میدم، یه سری نوشته ها اینجا باشه و مثلا یکم هم نوشته رو کم ترش کنم، اینجا قرار بگیره. یا مثلا یه نوشته دارین میخواین نوشته پایینش این قسمت مثلا یه نوشته خیلی مهم هست و شما میخواین بزرگتر دیده بشه، میتونین اینجوری کنین. و یکم هم من این تیر رو کلن گم میکنم، نمیدونم چرا اینجوریش میکنین. یه فاصله کوتاه هم، یه فاصله کمی هم میتونیم توی کاراکتر مثلا بدیمش پایین تر، اینجا رو من پاک کنم. یکی اگه بخواین خیلی جلب توجه کنه، مثلا نوشتتون خیلی مهمه، میتونین مثلا قرمز بهش بدین یا رنگ زرد همینجا رو بهش بدین که بخواین رنگ
اینجا باشه. یا به نظر من چون ما از رنگ زرد استفاده کردیم، شما میتونید این رو هم با آی دراپر از رنگ زرد اینجا بگیرید، اینجا به صورت زرد باشه و این دوتا رو هم به رنگ مشکی بزنید. برای چاپ نوشته مشکی، که همچین نوشته مشکی شما دارین روی زمین رنگی، حتما باید آورپرینتش کنین، که من یه ویدیو میسازم در رابطه با آورپرینت توی ایلوستریتور و فوتوشاپ، حتما توی کانال قرار خواهم داد که بدونی برای چاپ باید چی کار کنید. خب این نوشته اینجا به نظر من سفید باشه بهتره، چون دیگه همش شده مشکی. این رو هم همون رنگ سفید قرارش بدیم، اینجوری بهتره. الان اینم از طراحی بروشور. لطفا برام کامنت کنید که شما طراحی بروشورتون رو تو چه نرم افزار گرافیکی طراحی میکنید. اگر این ویدیو براتون مفید بود لطفا لایک کنید. اگر هنوز کانالم رو سابسکرایب نکردین، خوشحال میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو هم فعال کنید تا هر زمان ویدیو گذاشتم نوتیفیکیشنش براتون ارسال بشه و تشریف بیارید ویدیو جدید رو ببینید.